کن زمانه متحرک را رسم کنید. ب سرعت متحرک را در بازه زمانی T1 مساوی 0 تا T2 مساوی با 5 ثانیه و همینطور T3 مساوی با 2 ثانیه تا T4 مساوی 8 ثانیه به دست آورید و آنها را با شیب نموداری که رسم کردید مقایسه کنید. پرسش بعدی معادله مکان زمان متحرکی در SI به فرم X مساوی با 2T2 منهای 8T است. الف معادله در واقع مکان متحرک را در لحظات T1 مساوی 0، T2 مساوی 1 و T3 مساوی با 2، همینطور T4 مساوی 3 ثانیه و T5 مساوی با 4 ثانیه مشخص کنید و در قسمت بعد از ما خواسته که آیا جهت حرکت جسم تغییر کرده یا خیر و اگر تغییر کرده در چه لحظات این تغییر صورت گرفته. خب شما سعی کنید به این دو پرسش پاسخ بدید و جوابش رو برای ما ایمیل کنید. امیدوارم که با توجه به مطالبی که خدمتتون عرض کردم بتونید این دو پرسش ساده رو حل کنید. مبحث بعدی که می‌خوام درباره صحبت کنیم سرعت لحظه‌ایه. سرعت متحرک در هر لحظه رو سرعت لحظه‌ای در واقع بهش میگیم و میتونیم با خود نماد وی نمایشش بدیم. اگر به این شکل دقت کنید، متحرکمون در لحظه T1 در نقطه A بوده و در مسیر در واقع OAB، بعد در لحظه T2 برابر در نقطه B قرار گرفته. شیب در واقع خط AB همونطور که گفتم سرعت متوسط این متحرک بود. حالا اگر نقطه B رو در واقع بازه زمانی T1 تا T2 رو ما به صفر برسونیم، یعنی دلتا تیمون صفر بشه، پس بنابراین میتونیم سرعت متوسط رو به سرعت لحظه‌ای تبدیل کنیم. پس طبق رابطه از اونجایی که V برابر با شیب خط مماس هست، پس بنابراین اگر ما وتر در واقع آب به خط مماسی در لحظه T1 تبدیل بشه، شیب این خط مماس برابر با سرعت لحظه ما در لحظه T1 خواهد شد. طبق مثال نمودار مکان زمان ذره‌ای در واقع شکلش نمایش داده شده که بر روی خط راست در حرکته. میخوام سرعت این ذره رو از شروع حرکت ببینیم چطور تغییر میکنه. قسمت خطچینی که در واقع کشیده شده جزء حرکتمون است، یعنی از لحظه صفر در واقع وقتی کرونومتر رو زدیم متحرکمون در مکان صفر قرار داشته. خب میخوام در واقع حرکت این متحرک رو بررسی کنیم. همونطور که میدونید سرعت متحرک در هر لحظه در واقع شیب مماسی است که بر نمودار در مکان زمان رسم میشه. اگر در لحظه صفر من خط مماسی بر نمودارم رسم کنم، میبینم این خط روی خود محور تیها قرار میگیره یا در واقع موازی با اون خواهد بود. پس چون شیب این خط صفره، پس میتونیم بگیم که چون سرعت لحظه معادل شیب در هر نقطه بود، در هر نقطه‌ای که یا در هر لحظه‌ای که میخواستیم سرعت لحظه رو حساب کنیم، باید شیب اون خط رو محاسبه میکردیم. پس بنابراین در لحظه صفر شیب خط مماسمون برابر با صفر میشه، پس سرعت لحظه صفرمون یعنی به صفرمون برابر با صفر هست. حالا میتونیم به لحظه T1 بیاییم. در لحظه T1 خب خطی که داریم خط دلتا، این خط شیب این خط برابر میشه با در واقع باز هم سرعت لحظه در لحظه T1. همینطور در لحظه T2 خط D رو در نظر بگیرید که شیب این خط هم باز برابر با سرعت لحظه در لحظه T2 خواهد شد. اگر دقت کنید میبینید که شیب خطمون اول صفر بود و زاویه که داره این خط با محور X ها میسازه در هر لحظه داره بزرگتر میشه. پس بنابراین در واقع داره سرعتمون در لحظات بعد داره بیشتر از مقدار قبلیش میشه. پس میتونیم بگیم که حرکتمون حرکتی تند شونده خواهد بود، چون لحظه به لحظه به اندازه سرعت افزوده میشه. پرسشی که در اینجا عنوان شده به این ترتیبه: شکل روبرو نمودار مکان زمان ذره رو نشون میده که بر محور X ها حرکت میکند. آیا این متحرک از حال سکون شروع به حرکت کرده و در قسمت B با گذشت زمان سرعت آن چگونه تغییر کرده است؟ مثال بعدی: متحرکی بر روی خط راست در حرکت است و نمودار مکان زمان آن مطابق شکل روبروست. درباره تغییرات سرعت این متحرک بحث کنید. خب همونطور که میبینید این شکل خطی است در واقع که شیب ثابتی رو با محور تی ها داره میسازه. پس بنابراین اگر بخوام
در مورد سرعت این متحرک صحبت کنم، این خط نمایش میده که حرکتمون یک حرکت یک نواخته. در حرکت های یک نواخت سرعت متوسط با سرعت لحظه‌ای با سرعت در واقع متحرک در تمام لحظات برابر خواهد بود. پس بنابراین تغییرات سرعتی رو ما در اینجا نمی‌بینیم. پس می‌تونیم بگیم که چون سرعتمون ثابته، پس حرکتمون حرکت یک نواخت روی خط راست خواهد بود. مثال بعدی، شکل روبرو نمودار مکان زمان متحرکی را که بر محور مکان X در حرکت است نشان می‌دهد. درباره تغییرات سرعت این متحرک بحث کنیم. خب پس بنابراین در لحظه صفر شیب خط در واقع شیب مماس دیکمون برابر با سرعت اولیه‌مون میشه، یعنی V صفر. پس در لحظه X صفر که اینجا در واقع هست، متحرک در اینجا قرار گرفته، سرعتش برابر با V صفره، چون جهت سرعت در خلاف محور X ها هست و سرعت منفی است. در لحظه T1 که در واقع مکانش X1 خواهد بود، سرعتش صفره، چون همونطور که گفتم شیب در واقع مماس در اینجا برابر با صفر شده و سرعت لحظه در این لحظه صفر هست. و در لحظه در واقع تی دو که شیب خط دیسه رو میخواییم در نظر بگیریم، سرعتمون مثبت هست، برای اینکه داره از محور در واقع داره در راستای مثبت محور ایکس ها متحرکمون حرکت میکنه. حالا میتونیم در مورد نمودار مکان زمان به صورت کامل صحبت کنیم. اگر به شکل دقت کنید، تابع مکان زمان که در واقع مربوط به حرکت یک نواخت هست به فرم تابع درجه اولی به صورت x مساوی با vt به علاوه x0 خواهد بود، که در واقع v شیب این خط هست که نمایش سرعت و x0 هم خب مکان اولیه جسم، یعنی جایی که جسم در لحظه t0 قرار داره. پس بنابراین نمودار مکان یعنی x بر حسب زمان یعنی t خط راستی خواهد بود که شیبش برابر با سرعت متحرکه. اگر به نمودارهایی که در صفحه بعد داریم دقت کنید، در نمودار الف x0 صفر هست، یعنی که جسم از مبدأ مختص در واقع از مبدأ حرکت شروع به حرکت کرده و شیب خطمون هم که نمایش سرعت هست و چون شیب مثبته و سرعت هم مثبت هست. در شکل b در واقع x صفرمون عددی بزرگتر از صفره، یعنی اینکه متحرک در جلوتر از مبدأ قرار داره و شیب خطمون منفی است، نشان دهنده اینه که سرعت منفی است، یعنی اینکه متحرک داره به سمت از نقطه جلوتر از مبدأ داره به سمت مبدأ برمیگرده در خلاف محور x ها. پس بنابر این از نقطه x صفر داره به سمت مبدأ برمیگرده، در این لحظه به مبدأ میرسه و بعد از اون از مبدأ عبور میکنه و در جهت منفی محور x ها به حرکتش ادامه میده. در شکل p در واقع x صفرمون منفی، یعنی که جسممون در قبل از مبدأ قرار گرفته، پس بنابراین از x صفر شروع به حرکت میکنه. در لحظه ای که در واقع محل تلاقی با محور تی ها، این خط محل تلاقیش با محور تی ها این لحظه خواهد بود، در این لحظه در واقع جسم به مبدأ میرسه و بعد از اون هم به حرکتش ادامه میده و چون شیب این خط مثبته، نمایش این هست که سرعت در این نمودار مثبت خواهد بود. شکل بعدی در واقع نمایش اینه که اولا x صفر صفره، یعنی جسم از مبدأ مختصات شروع به حرکت کرده و سرعتمون هم منفی است به دلیل اینکه شیب خط منفی است. و در شکل بعدی x صفر کوچکتر از صفر هست، یعنی باز هم در قسمت منفی ها قرار گرفته، قبل از مبدأ هست و سرعت هم باز منفی است، یعنی که جسم داره همینطور به سمت منفی ها از مبدأ دور میشه. خب مثال بعدی در واقع در مورد همین معادله مکان زمان حرکت یک نواخت هست. معادله حرکت ذره‌ای به صورت x مساوی با 5 t منهای 15 است. نمودار مکان زمانش رو می‌خوایم رسم کنیم. شما برای اینکه معادله یک خط رو بتونید رسم کنید، نیاز به دو نقطه از اون خط دارید. کافی که به t دو عدد بدید برای لحظات مختلفی در واقع در نظر بگیرید. یک بار به t میتونید عدد 0 رو بدید. از اینجا وقتی در معادله مکانتون به جای t 0 میگذارید، x تون منفی 15 در میاد، پس یه نقطه 0 و منفی 15 متر. و اگر حالا اگر میتونید هم x رو 0 کنید، یعنی متغیر x تون رو 0 کنید، t رو به دست بیارید، یا یعنی اینکه نه به خود t باز یک عدد دیگه ایم. مثلا اگر 1 رو بدیم، x هم برابر با منفی 10 خواهد به دست خواهد اومد. حالا اینجا ولی x رو 0 داده، x رو اگر 0 بدیم برای t عدد 3 به دست میاد، پس نقطه دیگرمون هم به مختصات 3 و صفر به دست اومده. با داشتن این دو نقطه میتونیم این دو رو به هم وصل کنیم و امتداد بدیم که نمایش نمودار در واقع حرکت ذره که ذرهمون هست که به صورت x مساوی با 5 t منهای 15 داده شده بود.
مثال بعدی هم باز نمودار مکان زمانی یک ذره رو برای ما مشخص میکنه. معادله حرکت رو از ما خواسته و در قسمت به جابجایی متحرک رو در بازه زمانی T1 مساوی با 6 ثانیه تا T2 مساوی 12 خواسته محاسبه کنیم. خب شما برای اینکه بتونید معادله در واقع حرکت رو بنویسید، چون میدونیم که x مساوی با vt به علاوه x0 هست، خب همطور که گفتم باید سرعت و x0 رو محاسبه کنیم. برای اینکه بتونیم سرعت در واقع این حرکت رو به دست بیاریم، کافیه شیب این خط رو محاسبه کنیم. دو نقطه روی شکل مشخص شده، میتونیم یکی نقطه در واقع 10 و 0 رو در نظر بگیریم و نقطه دیگر نقطه 16 و منفی 9 هست که این با استفاده از این دو نقطه میتونیم شیب خط رو محاسبه کنیم. شیب خط در واقع برابر بود با تفاضل عرضها به تفاضل طولهای دو نقطه. پس عرضهاشون که منفی 9 منهای 0 به روی 16 منهای 10 منفی 9 ششم، یعنی منفی 1.5 متر بر ثانیه. پس بنابراین سرعت در واقع